بچه ها سلام، من برگشتم با یک ویدیوی دیگه. امروز اومدم براتون یک ویدیوی بگیرم که تا حالا نگرفتم ولی درخواستم براش زیاد بوده. اونم چیزی نیست جز این که من وقتی میرم مسافرت چه لوازم آرایشی با خودم میبرم. الان من میخوام در واقع، یعنی الان ما فردا مسافریم و من همین الان میخواستم کیف لوازم آرایشمو بچینم. گفتم بذار بیام فیلم بگیرم، هم بهتون نشون بدم چه جوری میچینم، هم بهتون نشون بدم که دقیقاً چیا میبرم، چرا میبرم، مثلا هر چیزی و اینا. من خب حالا اونایی که توی اینستاگرام استوری رو دنبال میکنن که حتما دیدن، ولی حالا اینجام دوباره بگم، من دونه از این کیفا دارم. خب این کیفا خیلی چیزای به درد بخوریه. این اون قدیمی است که من دارم و اینو مثلا چند ساله که استفاده کردم و اینو دیگه خورده درب و داغون شده، مثلا این کنارش اینش کنده شده، دستش گم شده و فلان و اینا، ولی در کل این چیزیه که من با خودم میبرم مسافرت. خب این شکلیه. حالا این چون دیگه خراب شده بود، من دونه جدید زیپش هم در رفته بود، هر دفعه چون هر بارم این کیف من وقتی که از زیر دستگاه رد میشه، چون من اینو با خودم میبرم تو هواپیما، گیر میدن و بازش میکنن، نه هیچ وقت هیچی ازش دور نمیریزن، ولی قیافش غلط اندازه، مثلا اون چیزی که تو ایکس رای معلوم میشه توش، همیشه بازش میکنن. بعد چون زیپش خراب شده بود، اینو که میبستن این زیپش در میرفت، مستثنا مثلا همین دیگه، یکی دیگه گرفتم، ولی خیلی چیز خوبیه. حالا این جدیده خوبیش اینه که از این بندای بغلم داره که وقتی بازش میذاری دیگه اینجوری صاف وای میسته، و دیگه تو هتل و اینا هی من نباید دنبال یه جا بگردم که پشت داشته باشه که اینو مثلا بذارم که چیز نیز بردارم و اینا. یه دونم زیپ روش داره اینجا که من توی این زیپش هم لپتاپمو میذارم اینجا، هم آینه‌مو میذارم، و چون که روشم پد داره خب خیلی هم مثلا سیف و چیزه واسه آینه و لپتاپ چیز شکستنی دیگه. خلاصه که اینطوری، اینم باعث میشه که مثلا اگه این بالاش براش میذارین، البته من براشمو توی یه کیف جدا میذارم، ولی کلا اگه میذارین نماله به چیزی، مثلا براشا کثیفه. یه دیگه چیز دیگه هم اینجا داره که من قبلا توش مثلا شیت ماسک اگه میبردم و اینا میذاشتم، که حالا الان من دیگه کلا چیزای پوستیمو، مراقبت پوست و چیزای حموم و شامپو اینا مثلا جدا میذارم. این فقط لوازم آرایشه، ولی دیگه بیشتر فقط لوازم آرایشه. خلاصه لینک اینم واسه تون توی کپشن میذارم، اگر خواستین توی دیسکریپشن مثلا ببینین چی از مال آمازونه. بعد چیزایی هم که میگم که میذارم تو این کیف لوازم آرایش و اینا، اونا رو همه رو لینکاشو میذارم. و همین اول بگم که این ویدیو اسپانسر نه، یعنی هیچ، اینا همه یعنی تبلیغ نیست، خلاصه هرچی دارم میگم همینجوری دارم میگم. آقا من برای اینکه چیزی یادم نره، به خاطر اینکه فکر کنم همه این تجربه رو داریم که مثلا میری مسافر، خود من یادتونه رفتم لس آنجلس ایونت تاچ ریمل یادم رفت ببرم، بعد حالا فکر کن جز معدود دفعه‌ای هم بود که من از فرودگاه بعد میرفتم ایونت، یعنی مثلا حتی وقتی نبود که برم یه دقیقه هتل حاضر شم و اینا دیگه، خلاصه مثلا راننده دم داروخانه وایساد من خریدم و اینا. ولی از اون بعد من دیگه یاد گرفتم موقعی که دارم وسایلمو جمع میکنم واسه مسافرت که بذارم تو کیف، اینجوری شروع میکنم، از اول آرایشم با خودم مرور میکنم، میگم خب اول آدم چی میزنه، پرایمر، خب پرایمر، بعد مثلا کرم پوچ، بعد کانسیلر، بعد فیکسش میکنی، بعد چیکار میکنی، بعد روجگونه میزنی، مثلا کانتور میکنی، همه اینا رو دونه دونه که بگی اینجوری دیگه چیز یادت نمیره. حالا آها یه چیز دیگه هم بهتون بگم، این کیفا توش از این چیزا داره، اینا جاهاش میتونه عوض بشه، میتونی سکشنش بکنی مثلا هر چقدی که بخوای، و از این بزرگتر هم داره، خیلی هم زیاد از اینا داره که بتونی مثلا چیزات قاطی پاتی نشه و این حرفا. من کاری که میکنم این پایینشو به اندازه یه دونه پودر اینطوری اینجا میذارم، بعد مثلا بزرگترین پلت سایم هم میذارم ته یه برش، بغلش از اینا میذارم، بعد بقیه چیزا رو میچینم. یعنی من مثلا با دو سه تا از اینا کارم را میفته، ولی حالا اگه شما بخواید خیلی دیگه سکشن کنی نمیتونی. من اینا رو میذارم، خب بعد آخر سر بهتون نشون میدم که نتیجه کار توی کیف چه شکلی شد. خب برای پرایمر من معمولا دو تا پرایمر برمیدارم، یه دونه پرایمرش که حتما این مال تاچای لیکوید سیل کنوسه، که این برای اینه که مثلا منافذ رو پر کنه، چربی پوست رو کنترل کنه، و آدم وقتی میره مسافرت شو هیچ وقت نمیدونه که مثلا پوست یهویی چربتر میشه، یهویی خشکتر میشه اینا، به خاطر اینکه بستگی به آب و هوا و اینام داره، و من اینو حتما برمیدارم به خاطر اینکه خب برای منافذ خیلی خوبه. پرایمر بعدی که برمیدارم معمولا یه چیز یه خورده مرطوب‌تر، یه خورده براق‌تره، اگه یه موقعی بخوام مثلا یه پوست خیلی براق داشته باشم، و برای اینم این پرایمر واندر گلوی شارلت تیربری رو برمیدارم، اینم زیر کرم پود خیلی خوب میشه.
برای کرم پودر من دو مدل کرم پودر برمیدارم، یه چیز مثلا هر روزیه، یه خورده سبکتر حالت بی بی کریم، یه دونم کرم پودر واقعی که مثلا اگه بخوام مهمونی برم یا مثلا یه مراسم خورده مثلا رسمی تر باشه و اینا بتونم اونو بزنم. به عنوان چیز، به عنوان بی بی کریم که البته من میگم بی بی کریم ها، ولی این خیلی هم کاورش از بی بی کریم بیشتر، مثلا یه چیزی حدود میدیوم میتونم بگم کاورشو، و هم اینکه روی پوست خیلی خوشگله. برند پیورلیس مدل پرفکت گلو که اویل فریه و مرطوب کننده است، با اینکه اویل فریه اصلا مات نیست، براق روی پوست. من دو تا رنگشو برمیدارم، یکی مدیوم یکی مدیوم تن. حالا اول معمولا با مدیوم شروع میشه تو مسافرت، بعد که آدم حالا تو آفتاب اینا میسوزه مدیوم تن رو باهاش قاطی میکنم رو به آخر که میره. این به عنوان مثلا یه چیز هر روزی و سبک، و این خوبیش اینه خیلی هم خوب میمونه با اینکه مثلا براق و فرش روی پوست. یه دونه کرم پودر دیگه که برمیدارم، این کرم پودر نارس مدل نچرال رادیانت لانگ ویر فاوندیشن. اگر بچه بیوتی قدیمی باشین میدونین که من یکی از عشقهای زندگیم کرم پودر فلالس فیوژن لورا مرسی است که خیلی کاور بالایی داره، مات روی پوست، خیلی خوشگل، سنگین و کیکی و اینا نیست، ولی الان یه مدت احساس میکنم که مثلا انگار سلیقم یه خورده از اون پوست مات فاصله گرفته، خورده پوستای براق‌تر دوست دارم، ولی همچنان چون پوستم مختلطه دوست دارم یه چیزی باشه که خوبم بدونم بمونه. برای همین این کرم پودر نارس دقیقاً اون کارو میکنه. حالا من الان دارم دنبال اون یکی رنگش میگردم که و من همیشه توی مسافرت، حالا زمستون باشه خب نه، چون زمستون آدم استخر نداره بره نمیدونم فلان و اینا، ولی اگه بدونم که مثلا ممکن دریا برم استخر برم فلان اینا، حتما دو رنگ کرم پودر برمیدارم، یکی رنگ اون چیزی که هست که الان هستم، یکی هم یه ذره تیره تر. و این کرم پودر نارس حالا شانسکی من رنگ تیرهشو سایز کوچیکشو داشتم، یه دونه هم سایز بزرگشو دارم، هر دفعه میخوام برم مسافرت به خاطر اینکه جا کمتر بگیره توی این پر میکنم و این دو تا رو با خودم میبرم. اینم میشه کرم پودر مهمونی. بعد کرم پودر که میزنی، بعدش چی میزنی؟ کانسیلر میزنی. برای کانسیلرم من این کانسیلر نارس رو میبرم، مدل رادیانت کریمی کانسیلر که این دوتا رنگشه. البته رنگ من کاسترده، ولی یه رنگ دیگه هم که یه خورده روشن‌تر رو میبرم حالا یه موقع اگه خواستم چیز بکنم. یه دونم کالر کلکتر نارس دارم، اینو من خیلی استفاده نمیکنم ولی جدیدم اینو زدم، ولی حالا یه موقع اگه آدم دیگه از بیخوابی داشت میمرد زیر چشات تا اینجا سیاه نمیتونستی بکنی، از این میتونی استفاده کنی، رنگ مدیومش. ولی این کانسیلر خوبیش اینه که هم کاور خوبی داره، هم زیر چشم خشک نمیکنه و مثلا سبک و طبیعی و خوبم هست زیر چشم. برای برونزر کرمی من این برونزر ینسا رو میبرم که اسمش هست Sunlit Glow Silk Bronzing Base، که یه برونزر کرمی خیلی خوبه و خیلی طبیعیه. مثلا اگه موقع بخوای همجوری پوستت انگار که مثلا یه آفتاب سوخته خیلی خوشگلی بشه، اینو میزنی. رژ گونه های کرمی که من خیلی دوست دارم، این رژ گونه های جوه هست که البته بهتون بگم رژ گونه کرمی و پودریشون خیلی خوبه، چون رژ گونه پودری هم میخوام از جوه بردارم. من فکر میکنم از جوه یک کد تخفیفم دارم، بگردم تو ایمیل براتون حالا اینجا مینویسم پیدا کنم، اگه یادم رفت اینجا بنویسم توی کپشن حتما جلوی لینک اینا براتون کد تخفیف اگه داشته باشم هر کدومو براتون میذارم، برای همین نگاه کنید. این رژ گونه هاش دو سر هستن، هم اینا رو میتونی به عنوان رژ لب استفاده کنی، هم به عنوان رژ گونه. خیلی هم رنگای مختلف داره، خب میبینی خیلی خوبن اینا، هم خوب بلند میشن، هم اصلا چرب و چیلی نیستن، هم خوب میمونن، هم اینکه کرم پودر زیرشو خراب نمیکنن و اینا. حالا من اینو رنگایشو که استفاده میکنم معمولا، یکیش آره اینه، یه سرش امیوز می، یه سرش آپلیفت می، اینم برمیدارم، اینو من اولین بار دارم میبینم. یه سرش هست اسمش پاراسول، یکم نمیدونم چی مثل حالت یه خورده مثلا براق داره انگار، باید خوشگل باشه، نوعه اصلا میبینی؟ و حالا اینم حالا میبرم یهو دیدی حساب، چون از کیفیتشو مطمئنم، حالا رنگای متنوع مگه آدم داشته باشه خب خوبه، بعدم این چون جاش زیاده من دیگه تا این پر بشه میتونم مثلا توش چیز بذارم، برای همون من نگران جا و اینا هستم. این یکیش خیلی تیره است، ولی یه دونه دیگه داشته آقا که من همیشه استفاده میکردم، شدم توهم زدم من همین این بود، این که هست، چون اینو ببین چقدرش استفاده کردم، این خیلیه از بین این همه لوازم آرایشی چیزی و این همه بزنید. حالا به هر حال
وقت پیدا کردم بهتون میگم. هایلایتر مایه من از این چیزای فرک برمیدارم، اینا خیلی بامزن، 3 تا رنگ دارن، اینا رو اصلا جدید درست کردن، یعنی پروداکت جدیدیه. یکیش سبزه، یکیش بنفشه، یکیش مثلا حالت طلایی کرم داره. بعد اینا خیلی بامزن، مثلا با لباس سبز وقتی سبزشو میزنی سبز نیست، هایلایتر فکر کنی صورتت سبز میشه، ولی مثلا توی نوری یه لحظه انگار اصلا یه جد باحالیه، یعنی مثلا بامزه است. برای یه موقع آدم مسافرت بخواد مثلا یه آرایش جینگول کنه اینا خوب میشه. اینا رو برمیدارم و دیگه برای چیزای کرمی واسه صورت ما الان کارمون تمومه. البته حالا برسیم جلوتر توی قسمت لب مثلا این چیزای شارتی بیرم بهتون نشون میدم، چون اینا رو هم میشه برای لب تینت لب استفاده کرد، هم به عنوان رژگونه مایع. بعدش میریم سراغ چیزای پودری که دیگه صورتو فیکس کنیم. دیگه الان آرایش کرمی رو هم رو انجام دادیم، میخوایم صورتو فیکس کنیم. اول پودر زیر چشم، من این پودر هدا بیوتی رنگ پاوند کیکشو برمیدارم، اینو من همیشه استفاده میکنم. برای فیکس کردن کل صورت من 2 تا پودر برمیدارم، یکی این پودر تاچا رو، به خاطر اینکه اگه بخوام پوستم خیلی مات بشه و مثلا اون مدلی بخوام اصلا میکاپ کنم، همین پودر هدا بیوتی رو به کل صورتم میزنم. اگه بخوام پوستم حالت براق داشته باشه هنوز ولی فیکس بشه قشنگ، این پودر ده سیلک پاودر تاچا رو میزنم. اینم خیلی پودره، هم خیلی سبکه هم قشنگ پوست رو فیکس میکنه، مات نمیکنه، یعنی پوست رو فلت و مثلا بیروح نمیکنه. یه پودر دیگه هم که دارم، اینم بعضی وقتا استفاده میکنم، این پودر کوزسه که یه مثل پنکیکه، ولی اونقدر فکر نکن مثلا کاور خیلی زیادی داره، پوست رو یه خورده یه دست میکنه، یه خورده خوشگل میکنه، اینم اونقدر چیز نیست، مات نیست، اینم یه برقی توش داره. میریم سراغ این پلت های hourglass. اینا قشنگ عصای دسته، یعنی من 2 تا از اینا دارم، یکی اسمش هست Ambient Lighting Edit Sculpture، این اون یکی هست Ghost. یکی از اینا دیسکانتینیو شده دیگه پیدا نمی‌کنین، ولی به هر حال اینا همه چیزاش، رژگونه هاش، برانزرش و این یکیش مثلا دیفیوزینگ پاودره که پوستو خیلی انگار چجوری بهتون بگم دیفیوز، یعنی مثل انگار صاف میکنه، انگار مثل فیلتر گذاشته باشی روی پوست. یکیش هایلایتره که خب براقه، اون یکی هم انگار مثلا یه چیزی بین این دوتاست. و اینا مثلا من دیگه یه دونه برانزر براق طوری، چون این برانزراش هم یه برق کمی داره، ماتمات نیست، جدا بر نمیدارم، اینا همش تو این هست. و این هر کدوم از اینا رو شما بخواین جدا جدا میتونین بگیرین، که اگه فقط یکی دوتاشو احتیاج دارین. نه این پلتا رو جفتشو بر میدارم به خاطر اینکه حالا این دوتا پلت، خب مثلا اینو من هایلایترشو بیشتر دوست دارم چون یه خورده براق‌تره، این یکی رو رنگ رژگونه هاشو بیشتر دوست دارم چون مثلا یه خورده اینم باز روشن‌تر و صورتی‌تره، ولی حالا اگه بخوام انتخاب کنم یکیشو بردارم، همین گوست رو برمیدارم به خاطر رنگ رژگونه‌اش. حتی من رژگونه چیزم دارم برمیدارم جوه، یا نه میدونی اصلا چی کار میکنم، من رژگونه، حالا شما به هر حال بدونین که این پلت ها خیلی خوبن، ولی چون من رژگونه جدا دارم برمیدارم، این پلت های hourglass اینجوری هم داره که فقط اون رنگ های دیفیوز و فلان و ایناشه. من میتونم اسمش هم هست Ambient Lighting Palette، خب اینو برای اون کار برمیدارم. بعد رژگونه، برای رژگونه این پلت های دوتایی جوه هم خیلی رنگاشون خوشگله، هم خیلی کیفیت های خوبی دارن. اینا رو من مثلا رنگایش که استفاده میکنم خیلی رنگا مثلا طبیعی و خوشگلی داره، یکیش این هست اسمش هست دارلینگ، میبینی؟ این هر جفت رنگاش یه مثلا یه برق خیلی کمی داره. بعد میریم سراغ برانزر مات. خب ببین اون چیزی که بهتون گفتم hourglass و فلان، اینو برانزرش براق، البته مثلا الان برانزر ندارم چون من دیگه اینو برداشتم. خب پس چی، من یه دونه برانزر مات میخوام الان، یه دونه براق، میدونی چیه؟ بعد چون من دفعه پیشم همین کارو میکردم، الان میخواستم فقط یه دونه از این پلت‌ها بردارم، ولی میبینم الان جور در نمیاد. کاری که میکنم اینه که
هم اینو برمیدارم به عنوان این رنگاش، هم یه دونم برانزر اورگلاس جدا اصلا برمیدارم چون اینم خیلی خوشگله، Radiant Bronzing Light. خب اینم از این. برای برانزر مات به خاطر اینکه من کانتور میکنم دماغمو با اینا، اینو برانزر تو فیس مدل چاکلت سوله. حالا هم شما میتونید این خیلی خوبه برای این کار، هم این برانزر شارلوت تیلبری که رنگ شماره 2 شما میذارم، اینم ماته. تو این چون سایزش بزرگه من همیشه آخر سر ببینم برای کدوم جا دارم، چون واقعا مثلا جفتش خوبه. حالا فعلا این کوچیکه رو میذارم تا بعد ببینید. بعد شما یه دونم برانز هایلایتر بدن میخواین که برای هایلایتر بدنم این برند جوی هست به اسم مولتن گلو. این ببین تکسچرش یه چیزیه بین کرمی و پودری، خیلی براقه. اینو شما با یه دونه براش بزرگ خیلی فلافی هم میتونین حالا به عنوان پروژگون چی میگن هایلایتر استفاده کنی صورت، هم با یه دونه براش خیلی بزرگ که هدا بیوتی یه دونه براش خیلی بزرگ بدن داره، اینو بزنین به اینجاهاتون رو بزنین به پاهاتون، ببینین چه برقی میزنه تو آفتاب. ببین خیلی خوشگل تیپ تیپ میزنه، برقای ریز خوشگل میزنه، آدم دلش صف میره. اینم برمیدارین برای بدن. برای پلت من هر دفعه سعی میکنم مثلا پلتی که برمیدارم و مثلا یعنی هر مسافرت با اون یکی مثلا فرق کنه که حالا مثلا یه تنوعی هم بشه. این پلت سیگما اصلا پلت جدیدیه به اسم آمبیانس. میبینی رنگاشو؟ این خب مثلا یه رنگای نوترال خیلی خوبی داره، میشه باش آرایش‌های هر روزی و قهوه‌ای و برنز و مثلا اینا کرد. خب اینو برمیدارم برای اینکه خب مثلا آرایش‌های عادی‌تر هم آدم میخواد بکنه دیگه. بعد مثلا یکی دو تا هم رنگ جینگول‌تر هم اگه بردارین، آدم تو مسافرت یه موقع دلش میخواد سایه آبی بزنه، دلش میخواد سایه صورتی بزنه، برای اون کارم به درد می‌خوره. مثلا حرفای تو مثلا میتونی همچین چیزی بردارم، ولی من اینو بردم دفعه پیش باز از قهوه‌ایشو نمیدونم اینا بیشتر از همه استفاده کردم. یا این یکی پلت ناتاشا دنونا، اینم از یه رنگایش استفاده کردم راستشو بخوام. ولی آها این پلت هدا بیوتی هم خوبه ها، این پیلوتا که بزرگه، اینم باز حالا یه خورده رنگاش به صورتی ترم میخوره، ولی در کل بدونید حالا بذار مقایسه کنم اگه با این یه خورده خیلی قهوه‌ایه، این سیگماه، این یکی صورتی داره. من اینو جفتشو برمیدارم به خاطر اینکه متفاوت میشن با هم. ببین الان نمیدونم حالا پلت رنگی چی بردارم، یه خورده باید بیشتر مثلا نگاه کنم و اینا که دیگه مثلا یه چیزی بردارم، شاید مثلا یکی دو فقط سایه تکی برداشتم برای اون کار. آها برای سایه من یه سری چیز دیگه هم که برمیدارم به خاطر اینا خیلی هم جایی نمیگیره و مثلا کوچولو، این سایه های مدادی لورا مرسیه. اینا برای موقع هایی که خیلی عجله داری که معمولا تو سفر آدم اینطوری میخوای یه دقیقه یه چیز مثلا سری بزنی بری، خیلی هم رنگای خوبی داره، هم این که سری میزنی، حالا هم میتونی خطی بزنی، هم اینجوری بزنی سری با انگشتت بلندش کنی، اینا هم خیلی به درد میخورن. و یه چیز دیگه هم که خیلی خوبه از برند وان سایز، که این مثل سایه مایه، مثل بهتون نشون بدم چه شکلیه، خیلی براق. اینم برای یه موقعی که دیگه آدم خیلی میخواد بهتر کنه، یعنی رنگ مسی صورتی داره، اینم خوشگله. اسم رنگش هست Everything and More. برای خط چشم من این دوتا رو میبرم، اینا همونایی که دفعه پیش بردم مسافرت. البته یه چیزی بهتون بگم، از این چیزایی که میبینیم من برمیدارم ببرم مسافرت، 99%شون چیزایی هن که من استفاده کردم، بهشون اعتماد دارم و مثلا میدونم که خوبن و اینا با خودم میبرم. یه چند تا چیزم ممکنه که اینجوری باشه میخوام ببرم که امتحان کنم، یا لانچ جدید بوده مثلا از فوزودی دارم میبرم و این حرفا، ولی اینجوری هم نیست که مثلا اینا دیگه فقط اینا خوبه. الان یعنی من بخوام مثلا از توی بقیه چیزایی که استفاده میکنم یه چمدون بچینم اینجا چیزای خوب، قشنگ میتونم براتون یه چمدون بزرگ، ولی دیگه حالا اینا رو واسه این دفعه انتخاب میکنم. دفعه دیگه ممکنه ببینین دارم کیفمو میچینم سه سری چیز دیگه ببرم که هنوز خیلی خوبن. برای همین فکر نکنی حالا مثلا من الان اینو میبرم بگین ای دفعه تو پیش که تو گفتی مثلا خط چشمه نمیدونم حالا یه برندی اون خوب بود، که اون هنوز خوبه، اینا هم خوبن. در نتیجه اینو گفتم حتما بگم چون میدونم براتون سوال میشه. برای ریمل من دفعه پیش این ریمل هولی لش لورکو بردم که این خیلی هم بلند میکنه و هم پر میکنه و خیلی اینا، من تو از این خیلی استفاده کردم، نمیدونم توش چقدر داره. یا مثلا وسط کار
زیرش کم شه، این ریمل ایلیارم برداشتم، اینم تازه واسم فرستادم ولی یکی دو بار ازش استفاده کردم، اینم خیلی ریمل خوب بود، خیلی حجم میده و خیلی مثلا سریع اون لوکی که میخوایی به موجه نمیده، نمیخواد مثلا 4 ساعت وقت باهاش صرف کنی. اینم من میذارم اینجا این دوتا ریملو. بعدش میریم سراغ ابرو. برای ابرو چیزایی که من برای ابرو چیزای مختلف زیادی میبرم، حالا الان میبینیم بهتون نشون میدم. ابرو خیلی مودیه، یعنی شما مثلا هر روز یهو میبینی مجبوری یه چیزی براش استفاده کنی که اون چیزی که میخوای و بهت نتیجه رو بده. ولی این کشف جدیدمه. خب این تارت مدل، یعنی اسمش هست DIY Brow Detailing Pen، که این یه مثلا ماژیکه که سرش هم اینجوری زاویه داره و با این شما میتونی خیلی خوشگل ابروهاتو هاشور بزنی و رنگ خیلی خوبی داره، خوب میمونه و رنگش قرمزی و سبزی توش نداره، به خاطر اینکه این یه چیز خیلی معمولیه توی چیزای ابرو. بعد این رنگ چیز گلاسیه هست، این چیز گلاسیه، اینم همون پن ابروه که اینجوری هاشور میزنی. اینو من نمیبرم به خاطر اینکه اینو تا وقتی من استفاده میکردم که این تارتو پیدا کنم، حالا که این تارتو پیدا کردم اون تارت بهتر از اینه، برای همین اینو نمیبرم. بعد این مداد شارلت تیربری که اسمش هست براو چیت، که یک مداده ولی سرش زاویه داره و با این شما میتونی مثلا خود محفتر ولی هنوز هاشور بزنی. اینم یعنی به عنوان یه مداد خیلی مداد خوبیه، یعنی ربطی مثلا به اون که هاشور میزنی باهاش نداره. مدادای ابروی خدا بیوتی خیلی خوبن به خاطر اینکه خیلی نازکن و با اینا هم شما میتونی خیلی راحت هاشور بزنی. و اینا رو من مثلا دفعه پیش توی موناکو یکشو تموم کردم، رفتم دیگه یکی خریدم. رنگ شماره 6 ریچ براون، شماره 8 سافت بلک و شماره 7 بلک براون. این سه تا رنگ که مثلا جاهای مختلف چیزای مختلف بزنی. و یه چیزی هم بهتون بگم، باز الان به ذهنم رسید چون میبینم دارین منو چپ چپ نگاه میکنین. من خب خیلی از نظر لوازم آرایش های منتنس هم، یعنی خب مثلا بالاخره میخوام متنوع باشه، اگه بخوام توی مسافرت آرایش کنم، ویدیو بگیرم یا استوری بگیرم، میخوام دستم باز باشه. وگرنه اگه بخوام با یه کیف کوچولو میتونم مثلا یه دونه مداد ابرو ببرم، یه دونه مثلا سایه ببرم، این حرفا. ولی خب یعنی همه نمیخواد انقدر دوازه مارش ببرن، شما همون چیزایی رو که مثلا خودتون احتیاج دارین، فکر نکنین همه باید 10 تا مداد ابرو 8 تا سایه و اینا. بعد یه دونه اسپولی از این مداد چیزیا که باهاش ابرو شونه میکنین که حتما باید داشته باشین، و ژل ابرو. ژل ابروهایی که من خیلی دوست دارم ژل ابروی سیگماه که رنگ مدیوم و دارکه شما برمیدارم، و این ژل ابروی برند ریفای که این بیرنگه و مثل حالت مثل لامینت، مثل انگار صابون زده باشی به ابرو، اونجوری ابرو مثلا بالا نگه میداره و سفت چیز میکنه و اینا. برای روژ من خب اصولا رنگم رنگای نوده دیگه، حالا من رنگای نودی که برمیدارم سعی میکنم با آندرتونای مختلف باشه، یعنی مثلا یکم صورتی تر، یه خورده مثلا هلویی تر، یه خورده آجری تر، یه خورده قهوه‌ای تر، ولی همچنان چیزی که روتین من تو مسافرت رنگای نود و مثلا طبیعی و چیزیه. برای همین چند تا مثلا شیدای مختلف نود رو برمیدارم با تکسچرهای مختلف، مثلا بعضیاش هست که روژ معمولیه، بعضیاش هست روژ مایه است که خب خوش میشه، بعضیاش لیپ گلاسه، بعضیاش تینته، مثلا این مدلی چیز میکنم. به اضافه اینکه مثلا یکی دو تا هم رنگ چیزتر برمیدارم، مثلا قرمز برمیدارم یا نمیدونم یه رنگ مثلا پررنگتر برمیدارم که باز اگه یه موقع خواستم حالا مثلا یه آتیشبار بازی در بیارم توی مسافرت داشته باشم، فقط مثلا نود نباشه و اینا. خب حالا چیزایی که من برمیدارم رنگای روژ جدید شارلت تیلبریه که همین چند نمیدونم حالا کی دارین این ویدیو رو میبینین، ولی چند وقت پیش آنباکسینگشون کردم و یه دونه کالکشن جدید زده به اسم چیچی نودز، سوپر مدل نودز یا همچی چیزی، که خیلی مثلا رنگای نود خوبی داره. میبینی مثلا یکی خیلی روشنه، میتونی میکس کنی، اینو تنها به من نمیاد ولی مثلا میتونم میکس کنم. بعد مثلا میبینی رنگای خیلی خوبی داره و من اینا رو همشون رو برمیدارم به خاطر اینکه خب من کیفیت های اینا رو که میدونم خوبه، فقط رنگاشون رو متنوع است دیگه. به اضافه خود پیلوتا که شارلت تیلبری که حتما باید تو کیف شما باشه هر جایی که میرین، حالا تا پیلوتا رو پیدا کنم. اینم یکی دیگه از چیزاست، اینم مثلا یه مدل روژ دیگه شه، ولی خب این ببین رنگا خیلی به هم شبیه ها، حالا مثلا اینجوری آدم نگاه کنه، ولی خب
کل آرایش که کامل میشه وقتی تو مثلا کل تم آرایش به صورتی میزنه، تو نمیتونی مثلا یه چیزی بزنی که یه ذره نارنجی تر داره، یه خورده مثلا اینا چیزه. بعد اینا رو همش رو میبرم، این رنگای شارلوت تیلبری رو، به خاطر اینکه اینا تینت و همونجوری که بهتون اول ویدیو گفتم هم برای روژگونه میتونین استفاده کنین هم برای لب، و خیلی خوب مثلا فید میشه موقعی که داره میره از رو لب، چیز مثلا اینجوری یهو وسط لب پاک نمیشه، قشنگ خیلی محو میشه و از اولام که میزنی محو و خیلی مثلا طبیعی و خیلی راحت و اینا رو برمیدارم. و یه چند تا هم لیپ گلاس هم برمیدارم. این لیپ گلاس هایی که من برمیدارم، حالا البته اینا خیلی هاشی خورد به هم دیگه زیادی شبیه من، اوکی همین چهار تا برند. یکیش از برند فرال کازمتیکس هست، یکیش جدید مال کالر پاپ به اسم تینکر بل، یکیش از این لیپ گلاس های لیپ اینجکشن تو فیسته که خود حجم میده به لب. البته این اون مدلیش نیست که اصلا خیلی حجم میده، اکستریمشونه. این اسمش هست پریتی پونی که یه رنگ صورتی خیلی کم رنگه و یه حجم مثلا چیزی میده، و یه دونه هم میخورده حالت مثلا قهوه‌ای تر و ماوی توری تر از برند ریر بیوتی برمیدارم که اینا رو حالا اگه یه موقع خواستم رژ لبم براق بشه بتونم بزنم. و برای رژای قرمز من یکی این مال تو فیست رو برمیدارم که این رژ لب مایه است که اینم بازی خورده چون از لاین لیپ اینجکشنه یه حجم کمی میده، ولی خشک میشه روی لب و مات میشه. یه دونه این نارس رو برمیدارم که اسمش هست دراگن گرل، این خیلی مثل حالت چی بگم مثل رنگ میمونه، خیلی هم خودش رقیقه ولی خیلی چیز باحال، یعنی غلیظ نیست، خیلی رقیقه، لایه نازکی میاد روی لب. بعدم میریم سراغ خط لبا. برای خط لبم دیگه هر چقدر که میتونی، چون خط لب جا نمیگیره، مثلا نود، قهوه‌ای، کم رنگ، پر رنگ، صورتی، نمیدونم فلان، قرمز، اینا رو همه رو باید برداریم. ولی این چیزایی که شما دارین میبینین من برنداشو بهتون میگم، ولی بدونی من خیلی بیشتر از اینا خط لب برمیدارم. هدا بیوتی این خط لب جدیداش که اینطوری پیچیه میپیچونی میاری بالا، اینا خیلی خوبن، خیلی کرمی و نرمن، بعد خوش میشن، خیلی خوب میمونن. بعد مثلا شارلوت تیلبری که خب خط لباش خیلی خوبه، من این یکیشو نمیخوام که یکم تیره تره، ولی رنگ پیلوت ها کهشو حتما برمیدارم. خط لبای هاوس لبز خیلی خوبن که این رنگ قرمزشه، قرمز صورتینا یه خورده روشن‌تر از قرمزه، و یه دونه قرمز لورا مرسی دارم، ولی حالا میگم من میرم خط لب بازم برمیدارم. چیز بعدی یعنی دیگه اگه بخوای حساب کنی میشه آخرین مراحل آرایش، شما یه دونه اسپری فیکس خیلی خوب احتیاج داری که من این مال شارلوت تیلبری اسمش هست ایربراش فلالس ستینگ سپری، اینو برمیدارم. و به اضافه این که موژه، حالا موژه اونم باز خب سلیقه‌ای این که به چشمتون چی میاد و این حرفا، ولی کلن من موژه دونه آردلو خیلی میبرم با خودم. حالا باید اینجا بگردم موژه ها پیدا کنم، ولی این من بخوام بهتون نشون بدم موژه ها نه خیلی درب و داغون اونطوری خوشگل نیستن که دارم میبینی چه شکلی هن، مثلا اینجوریه بیشترشون. مثلا یکی دوتا موژه اینجوری ردیفیه چیزی، حالا ببینم که چی دوست دارم، چس موژه میخوای، قیچی حتما میخوان توی کیف لوازم آرایشتون شما، یه قیچی کوچولو که حالا هم کلا به درد میخوره، یه موقع تگ لباس و اینا هم واسه موژه اگه خواستین ببرین یا حالا هر چی. بعد یه دونه موچین کوچولو، اونم باز برای موژه، برای موژه. من بیوتی بلندرامم، حالا اینا رو من باید بشورم، ولی بیوتی بلندرم برمیدارم مثلا دو سه تا، به خاطر اینکه یه موقع مال دیروزت کثیفه، وقت نداری و بودو حاضر شی مثلا یکی جدید داشته باشی که بتونی استفاده کنی. و به اضافه اینکه من این چیزای کیسم، البته این دو تا دیگه واقعا تشونه چون نمیدونم مال چند سال پیشن هر جفتشون، ولی از این ریمل موه، مثلا موتو میخوای ببندی مثلا این جاهایی که یه خورده خلوته مال بعضیا، از اینا میزنی و مثل چیز میمونه رو تا چاپ دیگه اینجوری میزنی. رنگایی که من دارم یکیش دارک براونه، یکیش بلکه، و دیگه فعلا همینا که حالا به ذهن من میرسه و این حرفا. الان من اینا رو بچینم خب قشنگ چیز بکنم، بعد یه چیزم از بالا، یه چی میگن شاتم از بالا بهتون نشون میدم که قشنگ ببینین چه جوری چیدم. حالا اگه باز چیزی بعدن یهو یادم افتاد تا فردا خب این اضافه میکنم، ولی اصل کاریا همین است، مگر اینکه حالا بگم حالا یه رنگ رژ دیگه هم بردارم، یه دونه مثلا سایه دیگه هم بردارم، ولی اصل کاریاش همینه.
خب آقا جی 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 جینگ، خدا اون بچه رو قربون سرت برم من. خب ببین این الان دیگه کاملا، یعنی کاملا که تقریبا تموم شده، چون من همینجوری که داشتم میچیدم یه سری چیز یادم اومد که اصلا بر نداشتم، مثل مداد مثلا، من خط چشم مداد بر نداشتم. این برای کسایی که توی چشمشون رو میکشن، مثلا بالای توی چشم خیلی خوبه، هاوس لابراتوریز، و مثلا یکی دوتا مثلا مداد رنگی گفتم ولی موقع احتیاج چه برداشتم دیگه، چیزایی که یاد بیشتر مثلا خط لب برداشتم که بهتون گفتم. بعد من اون دوتا ریملی که برداشته بودم و یکیشو عوض کردم، اون لورکه رو عوض کردم با این ریمل بنفیت مدل بدگل، به خاطر اینکه این ایلیا خیلی حجم میده، این از ایناست که مثلا خیلی مشکی میکنه و لایت تره، برای همین موقعهایی که شما موجه میذارین میخواین که یه ریمل خیلی لایت استفاده کنین، نمیخواین چیزی که خیلی حجم میده بردارین، برای همین اینو با اون عوض کردم دیگه. مثلا یکی دو تا روژ دیگه برداشتم و آهان، اون سایه شارلت تیلبری رم با این سایه اوما مدل کامینگ تو امریکا عوض کردم. چرا؟ به خاطر اینکه اون تم صورتی داشت ولی خب بیشتر حالت طبیعی تر داشت، این حالا هم توش صورتی داره هم بنفش داره، اینا یه خورده چیز تره. به عنوان یه پلت رنگی اینو برداشتم دیگه، حالا قهوه‌ای ها و چیزی هم که توی این سیگماه هست. خب دیگه همین دیگه، دیگه مثلا موجه هامو گوشم اینا. ولی حالا یه چیزی که بهتون بگم اینه که در کل فکر کنم یه خورده با شما هم رو درواسی کردم، به خاطر اینکه من معمولا این کیفو که میچینم اینا لب به لب پره، یعنی اصلا جای خالی نداره. حالا یا یه سری چیزا یادم رفت که بعیده، یا هم این که مثلا برای اینکه میخواستم بگم نه من خیلی هم لوازم آرایش نمیبرم، مثلا کمتر چیز میذارم. حالا به هر حال تا فردا هنوز وقت دیگه، اگه چیزی هنوز یادم اومد میذارم. یه چیز دیگه هم که راجع به این کیفه بهتون بگم اینه که این خوبیش، حالا غیر از این که وسایلتون این تو محفوظه و این برنامه پرت و پلا نمیشه و نمیشکنه، اینه که این پشتش هم از این پاکت ها داره، شما میکنین توی دسته چمدون یا کریانتون، اینو نمیخواد مثلا بکشین، یعنی دست بگیرین، ولی اگرم خواستین اون کارو بکنین این چیز داره، چی میگن، این دستش هم میتونین به عنوان کیف دستی ازش استفاده کنین، به اینا بزنین، هم میتونین به اینا بزنین و به عنوان کوله ازش استفاده کنین، خیلی راحته. و یه چیز دیگه هم میخواستم بجوریم بهتون بگم، آهان آهان، وقتی که اینو میکنین توی دسته کریان، اگر یه لباسی داریم مثلا کچلوار چیزی که اینطوری قلاب داره، میتونین بندازین به این. یا علی نگو، یعنی خب دوستان عزیز نفس عمیق میکشیم، من میرم و شما رو توی یک استوری دیگه میبینم، ببخشید استوری نه ویدیو قاطی کردم.